قصد داریم در قالب چند فیلم مستند با زیستبوم فناوری و نوآوری در ایران آشنا شویم. زیستبومی که آبادانی و امنیت سرزمینمان در گروی رشد و ارتقای آن است. خب اینجا رو می‌بینی؟ اینجا یه معدنه. ما الان نزدیک تهران هستیم در منطقه شهر جدید پردیس، اما اینجایی که اومدیم یه معدنه. منتها نه اون معدنی که تو ذهن شماست. براتون میگم اینجا چه معدنیه. بیاید. خب ما امروز اومدیم اینجا کنار یه معدن. نه تعجب نکنید، نه اون معادنی که تو ذهنتونه و میکنن بهش میرسن تو زیر زمین. معدن نیروی انسانی، نیروی انسانی متخصص و متعهدمون در کشور، پارک علم و فناوری پردیس که اصطلاحاً خود پارکی‌ها و ما بهش میگیم بهشت فناوری منطقه. اولین مرحله آشنایی ما با زیستبوم فناوری و نوآوری در ایران، آشنایی با بخش‌های مختلف در پارک علم و فناوری پردیس است. منطقه 100 هکتاری و رو به گسترش که پیشرفته‌ترین شرکت‌های دانش بنیان ایران را در خود جای داده. تنوع محصولات دانش بنیان، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و خاص، گردش مالی بالا از فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، همگی از موضوعاتی هستند که در بررسی هر کدام از آنها نام پارک علم و فناوری پردیس می‌درخشد. با این همه، آنچه که ما را مجاب کرد تا به این پارک بیاییم، نه آمار و ارقام بزرگ که همکاری صحیح و مثال زدنی دولت و بخش خصوصی در بخش‌های مختلف این پارک است. آقا سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ بشین بشین، راحت باش، بشین یه بالا. بریم با این ماشینت یه دور بزنیم. قربون شما و همچنین سلامت باشید. میان شما بالا. آقای کرمی با نشاط و صبورانه ما را با بخش‌های مختلف پارک آشنا می‌کند. الان این کلت، این خیابون فاز دوه، اون خیابون فاز یکه، اون فاز 3، پشت تپه فاز 4. از اینجای مسجد هم بی زحمت بگیر سید، ببین مسجد خوشگل ما رو ببین. این هتل پارک و این هم مسجد، به اضافه فروشگاه های عمومی که نیازمندی های شرکت ها و این 6000 پرسنل حاضر در پارک رو مرتفع می‌کنه. شرکت ها توی فاز یک بیشتر شرکت های حوزه خدمات، ICT، شرکت های فنی مهندسی، طراحی حضور دارن. فاز دو رو دوستان پارک علم و فناوری سلامت نامگذاری کردن، هرچند در دل پارک اصلی پردیس است. فاز سه بیشتر شرکت های حوزه بهداشت، درمان، پزشکی، داروسازی. البته این مغایر این نیست که ما دو تا شرکت هم توزیع داروسازی در همین فاز یک داریم، برای اینکه زمانی که فاز یک شکل گرفت و فاز دو، خب خیلی از شرکت ها اومدن اینجا مستقر شدن.
من میخوام یه توضیح بدم. الان یه توضیح بدم. این مجموعه، اگر تشریف بیارید اینجا ببینید که مجموعه پذیرایی، هتل به اضافه فروشگاه به اضافه مسجد رو داریم و این داربستایی که میبینید دارن میزنن، یک رویدادی رو ما داریم هر ساله در پارک اجرا میشه تحت عنوان رویداد فناوری اینوتکس. شما میبینید این برای اون آماده شده. رویداد فناوری اینوتکس که اکنون به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سال در حوزه نوآوری و فناوری کشور شناخته می شود، از سال 1390 هر ساله به طور مستمر در پارک پردیس در حال برگزاری است. علاوه بر نمایش و عرضه محصولات دانش بنیان، این رویداد فرصتی است برای آشنایی و گفتگوی مستقیم میان مسئولین، بازرگانان، فناوران، صنعتگران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف. در اینوتکس تلاش می شود علاوه بر معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ و متوسط، مشتریان محصولات فناورانه هم به تولید کنندگان آنها متصل شوند. همچنین رویداد اینوتکس فرصت بسیار مغتنمی است برای آن دسته از سرمایه گذاران خرد و کلان که علاقه دارند در طرح‌های نو و به اصطلاح استارتاپی سرمایه گذاری کنند. ببینید، تنها ساختمان دولتی یا اداری پارک همین ساختمونیه که در ابتدای شکل‌گیری پارک از سال 1384 ما این رو داشتیم، ضمن اینکه سالن‌های اجتماعات و جنبی داره که شرکت‌های دیگه میتونن استفاده کنن. یک ساختمون هم داریم، ساختمان مرکز رشد و فناوری نخبگان و مجتمع تجاری فن بازار، که در واقع توی این ساختمون شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها قرار گرفتن که میان و از توانمندسازی، حمایت و تسهیلگری پارک استفاده می‌کنن. بعد اونها به محضی که به یک بلوغی رسیدن که بتونن شرکت خودشون رو به اصطلاح اسپیناف کنن یا بیارن بیرون، یا حالا خدماتشون و محصولاتشون رو به شرکت‌های مستقر در پارک ارائه میدن، یا اینکه نه خودشون میرن و یک شرکتی رو چه در پارک چه در بیرون پارک راه میندازن. خب ما الان تو ساختمون مرکز رشد نخبگان هستیم. تو این ساختمون در کنار استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا، ما شرکت‌های مختلفی رو می‌بینیم با مسئولیت‌ها و توانمندی‌های مختلف قرار گرفتن که اینا همگی در خدمت کسب و کارهای نوپا قرار می‌گیرن برای اینکه بتونن اونها رو، تیم اونها رو یاری کنن در زمینه‌های مالی، مشورت‌های فنی، استانداردسازی، بازاریابی، آماده کردن و استانداردسازی برای اینکه بتونن محصولات یا خدماتشون رو در حیطه صادرات قرار بدن و در نهایت جمع این شرکت‌ها کمک می‌کنه که یک شرکت خلاق یا یک شرکت استارتاپی بتونه مراحل خودش رو در طی ایده تا محصول طی کنه و به بازار و به جامعه عرضه کنه. جالب است بدانید این روش‌های حمایتی برای ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید محدود به پارک پردیس نمانده است. با استقبال روزافزون از این شیوه ها، از سال 1396 به تدریج مراکزی با عنوان کارخانه های نوآوری در داخل بافت شهرها ایجاد شد. مراکزی که در آنها از پروراندن ایده تا ساخت محصول و فرایند تجاری سازی به طور کامل انجام می شود. امروز شرکت های زیادی در حوزه های مختلف دانش بنیان و صنایع خلاق در این کارخانه ها مشغول به فعالیت هستند و می توان مدعی شد علاوه بر مزیت مکانی این کارخانه ها که اغلب در نقاطی از شهرها با دسترسی بالا قرار دارند، در کنار هم بودن رشته ها و تخصص های گوناگون در این کارخانه ها سبب شده تا امکان همافزایی و رسیدن به طرح‌های نوآورانه و بدیع بسیار آسان‌تر از قبل صورت بپذیرد. سلام. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ میتونم چند لحظه مزاحم بشم؟ خواهش می‌کنم. خب شما اینجا چه می‌کنی؟ ما یه پلتفرمی داریم به نام کارخونه برای حمایت از تولیدات خانگی.
از تولیدات خانگی است. بله، ایرانی و خانگی. در واقع یه ذره درست‌ترش میشه تولید کننده مستقل. چی کار دارید میکنید الان باشون؟ یعنی محصولات اونها رو میگیرید بعد در واقع جامعه معرفی میکنید؟ بله، در واقع دیدگاه اصلی اون از راه اندازیش حمایت تولید بود، از تولیدات خانگی تا حالا صرفا فروششون. ولی خب تو قدم اول، اولین کاری که میتونیم بکنیم و داریم براشون انجام میدیم اینه که معرفیشون میکنیم و یه بستری شدیم برای فروش اون محصوله. یعنی اونا تو خونهشون تولید میکنن؟ بله. شما اینا رو شناسایی میکنید؟ بله. بعد بازاریابی میکنید برای اینا رو میکنید؟ بله. بعد توی ارتقاء خود اون محصولی که اونا دارن تولید میکنن ارتقاء. این که در کارخانه های نوآوری دقیقاً چه اموری پیگیری می شود و یا اینکه چرا معماری این فضاها این گونه خاص و متفاوت است، بحثی است که در برنامه های بعد به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. در اینجا تنها به این نکته بسنده می کنیم که کارخانه های نوآوری یکی دیگر از نتایج طلایی تعامل صحیح میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی هستند. باز برمیگردیم به پارک علم و فناوری پردیس. همونطوری که قبلا بهتون گفتم یکی از کارکردهای پارک جریانسازی و فرهنگسازی توی حوزه علم و فناوریه. خب خیلی از وزرا، خیلی از نمایندگان، خیلی از افراد و عناصر کلیدی که ما میخواییم حوزه علم و فناوری رو بهشون توضیح بدیم، یکی از بهترین مکانهایی که میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره پارک علم و فناوری پردیسه. شما میبینید که شخصیتها و مقامات مختلفی از روحانی، از وزیر، وکیل گرفته تا نیروهای مختلف دانشگاهی، علمی، صنعتی میان و با فضای پارک مسئولیت‌ها و وظایفی داره آشنا میشن. همینطور شخصیت‌های بین‌المللی، شخصیت‌هایی که به کشورمون میان برای اینکه با آخرین دستاوردها و توانمندی‌های علمی و فناوری کشور آشنا بشن، نمونه‌ای از افراد رو می‌بینید که از شخصیت‌ها و رجال سیاسی، علمی، فرهنگی سراسر جهان. یکی از کارهای خیلی خوبی که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور انجام داد و با محوریت پارک این موضوع شکل گرفت، جایزه علمی و فناوری جهان اسلام موصوف به جایزه مصطفی هست. جایزه‌ای که هر دو سال یک بار در حوزه علم و فناوری دانشمندان جهان اسلام رو با یک فراخوان و رویدادی که برگزار میکنه شناسایی میکنه و گرانت و حمایت ویژه‌ای رو از اونها داره، که پیشنهادم اینه که شما در مستندتون به موضوع جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم بپردازید. جایزه مصطفی صلی الله یک جایزه علمی و فناوری ایرانی است که هر دو سال یک بار به دانشمندان برتر جهان اسلام اعطا می شود. این جایزه به دلیل تأکیدات فراوان پیامبر اسلام بر علم آموزی به نام یکی از القاب ایشان یعنی مصطفی به معنی برگزیده نامگذاری شده است. مبلغ پرداختی به برنده این جایزه در هر بخش $500,000 آمریکاست که با توجه به اعطای این جایزه در 4 بخش مبلغ کل جایزه مصطفی به $2,000,000 میرسد. تأمین مالی جوایز از راه‌هایی چون وقف دارایی‌های مؤسسات بزرگ اقتصادی و دانش بنیان، صاحبان سرمایه یا عموم علاقمندان به رشد علمی جوامع اسلامی تأمین می‌شود. جالب این که برخی از برگزیدگان این رویداد بزرگ جایزه خود را وقف پیشرفت علم و فناوری در کشورهای اسلامی می‌کنند. جناب آقای دکتر ستاری رو تشویق بفرمایید، دقایقی در خدمتشون باشیم و صحبتاشون رو بشنویم. خب
من قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم جا داره واقعا تشکر کنم از آقای دکتر وفا و اهدای جایزه‌شون برای توسعه دانش‌های بنیادی در ایران که این مسئولیت ما رو هم قطعا سنگین‌تر می‌کنه، هم ما هم وزارت علوم، برای اینکه کمک کنیم برای اینکه این در واقع بنیاد را بیفته و این سخاوت ایشون رو من واقعا ستایش میکنم. فکر نمیکنم که کسی براش پوشیده باشه در واقع کاری که داره ایشون میکنه برای توسعه علوم بنیادی در ایران و حال ازشون واقعا متشکرم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، با عرض سلام و احترام به محضر مهمانان گرامی، دانشمندان و فرهیختگان علمی و فرهنگی، مایه افتخار این جانب است که اکنون در هفته‌ای که مزین به نام پیامبر رحمت و مهر است و بنا به دو روایت اسلامی در مورد میلاد مبارک ایشان به هفته وحدت اسلامی نامگذاری شده، فرصت دیدار با جمعی از چهره‌های شامخ علمی در جهان اسلام را دارم. یکی دیگه از جاهایی که در پارک فعالیت دائمی داره نمایشگاه محصولات فناورانه تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هست. بالاخره این یکی از نمایشگاه‌های خوب کشور ما هست که نمایشگاه دائمیه و آخرین دستاوردها و یافته‌های شرکت‌های مختلف رو ما میتونیم اینجا عرضه کنیم. این نمایشگاه به صورت دائمی هست و برای مراجعین و استفاده کنندگان در معرض دید اونها قرار گرفته. طراحی، تولید، تحقیق، توسعه، استانداردسازی و آماده کردن شبکه‌های لازم در کشور برای اینکه این فناوری‌های پیچیده در کشور تولید بشه و بعد آماده سازی بشه برای صادرات. یکی از کارهایی که پارک انجام میده مشوق‌ها، حمایت‌هایی که برای صادرات این محصولات تولید شده توسط شرکت‌ها هست. این یادمون باشه که ما در کشورمون نزدیک به 45 پارک علم و فناوری داریم، البته بزرگترین و مجهزترینش همین پارک علم و فناوری پردیس هست، اما خب در بعضی از استان‌ها یک پارک و در بعضی هم دو پارک. ما در پارک‌هامون در استان‌های مختلف باز مثل اینجا شرکت‌ها رو داریم، مراکز نوآوری رو داریم، شتاب دهنده‌ها رو داریم، مراکز رشد رو داریم که چرخه تجاری سازی علم و فناوری رو مسئولیتش رو به عهده دارن. حوزه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در این پارک‌های علم و فناوری که تعداد آنها در سراسر کشور امروز به عدد 45 رسیده، بسته به امکانات و نیازمندی‌های هر استان متفاوت است. از مهندسی مواد و نانو الکترونیک گرفته تا رشته‌های مختلف در صنایع کشاورزی و گیاهان دارویی. در کنار پارک های علم و فناوری، برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های ایران ساخت
در سالهای اخیر توانسته بازار مناسبی برای محصولات دانش بنیان داخلی ایجاد کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های برتر ایران ساخت در حسینیه امام خمینی بازدید کردند. در این بازدید دو ساعته حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن دیدن از 30 غرفه شرکت‌های دانش بنیان و گفتگو با فناوران و پژوهشگران در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه‌های تجاری سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند. چند تا از اینا ساختید؟ اولیش آقا تو اصفهان الان راه افتاده، مجوزا رو گرفته، 10 تا جدید قرارداد بستن، هر دستگاه 50 میلیارد تومنه قیمتش، هر یه دستگاه یه ست این مشتریش داخل 7 تا 7 میلیارد قرارداد بسته بذات بهداشت. یکی از مباحث لبه علم حوزه زمین‌شناسی است امروز دنیا. داروها داروهای بیماران خاص و صعب العلاجه. عمده تولید کننده هم آمریکایی‌ها هستن. نفت ما رو 70 دلار می‌خرن، 5000 دلار به ما می‌فروشن. یک شرکت دانمارکی فاکتور 7 خونی تولید می‌کرد و واردات این به کشور ما متوقف شد. اگر ما تولید داخل نداشتیم، تعداد زیادی کودک هموفیلی تو این کشور از بین می‌رفتن. جالب است بدانید شرکت‌های دانش بنیان طی سال‌های اخیر توانستند علاوه بر قطع وابستگی کشور به محصولات خارجی، بازار محصولات خود را به خارج از مرزها نیز گسترش دهند. رباتیه که توی در واقع 3 کشور به بیمارستان‌های اون کشور فروخته شده، عمان، امارات. در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت هستیم. خب روزی که ما در معاونت علمی در سال 1392 این نمایشگاه رو استارت زدیم، آغاز کردیم، هیچ کی فکرشو نمی‌کرد که این تعداد شرکت دانش بنیان با این تعداد محصول های تک در دسترس باشه. تقریبا سال اولی که سال 92 این نمایشگاه کار خودشو آغاز کرد، ما بیشتر موضوعاتی که در نمایشگاه عرضه شده بود اولا توسط 30 تا 40 شرکت بود. عمدتاً هم میتونیم بگیم که لوازم و تجهیزات دم دستی آزمایشگاهی مثل شیشه ها، لام ها و موارد این چنینی بود. اما الان امروز در نمایشگاه نهم ما 15 محصول های تک رو با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاونین وزارتخونه های مختلف رونمایی کردیم. همینطور که میبینید حدود 1000 شرکت در این نمایشگاه شرکت کردند و بیش از 10000 محصول رو به نمایش گذاشتن. پنجمین خانه نوآوری ایران پس از کشورهای روسیه، چین، کنیا و سوریه، امروز با حضور شرکت‌های دانش بنیان کشورمان و ترکیه در استانبول گشایش یافت. سال گذشته شروع کردیم مدل ایجاد خانه‌های فناوری و نوآوری ایران رو خارج کشور با کمک در واقع بخش خصوصی و با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کردیم. خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در استانبول با ارائه خدمات سخت افزاری نظیر تأمین فضای اختصاصی و اشتراکی، تأمین زیست بوم نوآوری ایرانی در ترکیه و خدمات نرم افزاری مانند تحقیقات بازار و بازاریابی، همچنین تسهیل حضور و صادرات شرکت ها و محصولات ایرانی فعالیت می کنند. در آخرین بخش از گشت و گذارمان در پارک پردیس، آقای کرمی ما را به بازدید جایی برد که مخاطب اصلیش نه آدم بزرگها که کودکان و به ویژه نوجوانان هستند. جایی که تجربه بودن در آن یکی از آرزوهای کودکی هر کدام از ماست. شما می‌بینید یه هواپیما نشسته وسط فاز 1 و 2. بعد نیستین هم داستانش رو براتون بگم، هم کارکرد و کاربردش رو. بریم یه سرم به این هواپیما بزنیم، بد نیست. برای هواپیمای معروف پارک پردیس
در اصل یک ایلوشین روسی است که سال 1388 آخرین پرواز خود را انجام داد و برخلاف بسیاری دیگر از دوستان قدیمی خود سالم بر زمین نشست. همین امر مسئولین را تشویق کرد تا این غول روسی را از استراحتگاهش خارج و در پارک پردیس مستقر کنند. داستان جابجایی این هواپیما آنچنان مهیج و پرفراز و نشیب بود که همان زمان یک فیلم مستند جذاب به نام پرواز تا پردیس درباره اش ساختند. قطر هواپیما 4 متر 10 سانته، طول هواپیما 50 متره، چیزی حدود 70 تن وزنشه. 4 تا موتور داره، 130 خورده ای صندلی داشته. هواپیما نشسته وسط فاز 1 و 2. بد نیست اینم هم داستانش رو براتون بگم هم کارکرد و کاربردش رو. بریم یه سرم به این هواپیما بزنیم، بد نیست. برای آقای کرمی بعد از تعریف داستان انتقال هواپیما به پردیس، صبورانه کارکرد و علت حضور آن در این مکان را نیز برای ما شرح داد. اینکه با فروکش کردن همه‌گیری کرونا این هواپیما میتواند بهانه خوبی باشد برای مدارس و دبیرستان‌ها تا بچه‌ها را در قالب گردش علمی به پارک علم و فناوری پردیس بیاورد، جایی که میشود در آن تحقق رویاهای آینده را از همین امروز به نظاره نشست. با چپ و راست شدن بالاها رو که الان اینجا شون هیدرولیک کار نمیکنه و خیلی سنگینه، هر کدوم از این نمایشگرها نمایش بخشی از کارکردهای هواپیماست. گاز رو داریم، البته الان در هواپیماهای جدید این تقریبا جمع شده و به صورت یک جویستیک کوچیک در اختیار خلبان هست، ولی خب داستان اصلی همین داستانیه که ما با هم داریم میبینیم. آقا یه عکس خوب از ما انداختی، میزون از اینجا خودت هم میتونی بشینی. آقا بچه‌ها